تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن خدا ما را نشوند. الحمدلله با آیه آیه از کتاب آسمانی آشنا بشیم. به جزء 11 سوره یونس آیه 57 رسیدیم. آیه را بشنویم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، از طرف پروردگارتان موعظه براتون اومده. موعظه یعنی باز داشتن آمیخته با هشدار و انذار. شفاء لما فی الصدور، برای امراض روحی شما شفاست. شفا از جهل، شفا از تفرقه، شفا از کفر، شرک، شفا از وابستگی شدید به مادیات، شفا از نفاق. و هدن و رحمه للمؤمنین. ای مردم، برای شما قرآنی آمده که وسیله هدایت است، برای مؤمنین وسیله رحمته. خب پیغمبر فرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. یعنی اگر حوادث تلخ مثل شبهای تاریک به شما هجوم کرد، تو ظلمات قرار گرفتید، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد که به سراغ قرآن بروید. فانه شافع و مشفع. خب امام صادق فرمود قرآن شفاست، یعنی شفا از امراض، از خواطر، از مشبهات الامور. یعنی وقتی نمیتونید، مشتبهات الامور، وقتی نمیدونید چه کنید، قرآن بهتون نور میده. شاید این آیه اشاره به مراحل مختلفی باشه که یه مرحله اینه که انسان از کارهای ظاهری بد دور میکنه که موعظه میشه، یه مرحله پاکسازی روحه که شفاء صدوره، یه مرحله راهیابیه به سوی مقصوده که هدن، یه مرحله دریافت رحمته که رحمته. یعنی انسان وقتی وارد قرآن شد، گام به گام اول عیباشو کنار میذاره، شفا میشه، اول از کارهای خلاف دست میکشه، اگر عمل بدی هست کنار میذاره، مرحله موعظه، بعد عیبای درونی رو بیرون میندازه که شفا است، بعد هدن راه حق رو پیدا میکنه و رحمتن در رحمت دریافت میکنه. کما گذشته در عمل بعد یک، بیرون رفتن مرضهای درونی دو، پیدا کردن راه حق سه، دریافت رحمت چهار. خب شفای دردامون رو باید از قرآن بگیریم. قوانین بشری بشر را نجات نداد. میتونید شما بگید هر کشوری دانشگاهی حقوقش بیشتره، حقوقدانش بیشتره، در اون کشور حفظ حقوق بیشتر میشه. میتونید اینو بگید؟ میتونید بگید هر کس، هر کشوری قوانینش مترقی تره، اون کشور خلافکاریش کمتره؟ قوانین بشری، علم بشری انسان را نجات نداد. کشورهای پیشرفته و مترقی نفاقها، کفرها، شرکها، فتنها، امراض روانی، دغدغه‌ها، طلاقها، سوء زنها، تجاوزها درش کم نیست. قرآن برای همه موعظه است. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه. ای مردم، موعظه قرآن مال همه تونه. اما آخرش بیا و رحمتون للمؤمنین. اما مؤمنین هستن که
از این موعظه ها استفاده میکنن و رحمت خدا رو دریافت میکنن. مثل که معلم که میاد سر کلاس برای همه بچه ها میاد، منتها بچه هایی که دل به درس میدن میتونن از معلم نمره خوب بگیرن. روز اول که معلم میاد سر کلاس ای برای همه بچه ها آمده سر کلاس، اما بچه های بازیگوش محروم میشن، بچه های جدی نمره خوب دریافت میکنن. میگه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه، ناس یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه، ای مردم موعظه به سراغ شما آمده. اما آخر میگه و رحمت للمؤمنین، دریافت رحمت مال همه نیست، مال گروه خاصی. مکاتب شرق و غرب شفابخش نیست، فیض کاشانی میگوید در چندین رشته متخصص شدم، کلمات متکلمین و فلاسفه و عرفا را خوندم، تدریس کردم، اینها را به هم ارتباط دادم. اما جمله آخرش اینه، میفرماد ولی من این عبارت را که میگم از متن کلمات فیض کاشانی هم، ولی در هیچ یکی از این علوم دوایی برای دردم و آبی برای آتشم نیافتم. ملا صدرا یک اقرارنامه داره در مقدمه تفسیر سوره واقعه، میگه سالها تحقیق کردم تا آنکه گمان کردم کسی هستم، خودم را در علوم مختلفی صاحب نظر، ولی آخر عمر فهمیدم که در کل عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. آخر عمر به سراغ قرآن رفتم، مشغول تدبر در آیات قرآن شدم، در خانه وحی و محمد آل محمد را زدم، درها باز شد، دیدم فرشته‌ها به من میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ولی چه کنم، وقتی سراغ قرآن رفتم که دیگه عمرم تمام و ابزار کارم چی و چی و چی و یک ناله سخت میزنه. امام خمینی یک بیانی داره به طلبه ها و دانشجوها، میگه که این جانب در پیری متوجه شدم که ای کاش تمام عمرم رو صرف تدبر در قرآن کرده بودم. شما ای طلبه ها، ای حوزه ها و ای دانشگاه ها، توجه به قرآن و شؤونات اسلامی را و شؤونات آن را و ابعاد بسیار مختلف آن را مقصد اعلا قرار بدهید. مبادا خدا نکرده در پیری چه ضعف به شما هجوم آورد، از کرده خود پشیمان شوید همچون نویسنده. من اقرارهای زیادی رو از بزرگان درجه یک از جمع کردم، اینها رو چند تاشو چاپ کردم، در تیراژ حدود 100,000 تا پخش کردیم. نمیخوام بگم کسی سراغ هیچ علمی نرود، میخوام بگم قرآن باید محور باشه. اگر میخوایم حقوق رشته حقوق باشیم، اول ببینیم قرآن راجع به حقوق چی گفته، او که من آفریده و چی گفته، بعد بریم سراغ ببینیم حقوق فرانسه و حقوق دیگران. اگر میخوایم راجع به اقتصاد کار بکنیم، اول ببینیم قرآن خطوط کلی اقتصاد چی تقسیم کرده، روایات چی میگه، بعد بریم ببینیم. اگر میخوایم سیاست حساب کنیم، ببینیم قرآن راجع به امور سیاسی چی گفته، یعنی اول ببینیم خالقمون چی گفته، بعد ببینیم مخلوق چی گفته. اول ببینیم علم بی‌نهایت ازش چی استفاده میکنیم، از خدایی که از علم بی‌نهایته، تا بعد بریم سراغ این دکترها و اینها که حالا 10 سال 20 سال کمتر بیشتر درس خوندن. اول خالق بعد مخلوق، اول علم بی‌نهایت بعد اطلاعات جزئی، اول علم از سرچشمه‌ای بگیریم که هوا و هوس درش نیست، بعد بریم سراغ قوانینی که وضع شده طبق احزاب سلیقه ها اطلاعات. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه، مردم موعظه آمده براتون، قرآن آمده، و شفاء لما فی الصدور، شفای دردهای سینه، یعنی دلهای کینه‌دار، کفردار، عناد، لجوج، شفای دردها، هدایت، راهیابی و رحمت للمؤمنین، دریافت رحمت. خدایا تا حالا هرچی از این موعظه ها و شفاها و هدایت ها و رحمت ها محروم موندیم، گذشته ما رو ببخش و توفیق جبران مرحمت بفرما. آیه 57 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.